نقش من چرا نقش ماتمه، خنده های من گریه و غمه، گو به من خدایا ز دلم آگهی تو آیا. درد بی کسی را کشیدم، از همه جهان پا کشیدم، گو به من خدایا ز دلم آگهی تو آیا. اکبر گلپایگانی در سال 1312 در تهران به دنیا آمد. از طریق پدر با اصول اولیه موسیقی تا حدودی آشنا شد و بعدها به کمک حسن یکرنگی که مردی پاک طینت و خوش صدا بود، به خوبی به گوشه‌ها و ردیف‌های موسیقی ایرانی آشنا گردید. بعد از مدت کوتاهی گلپای جوان در یکی از آمد و شدهایش به خانه یکرنگی با استاد نورعلی برومند آشنا می گردد. استاد نورعلی برومند از صدای او خوشش می آید و تصمیم به تعلیم وی می گردد و حدود 8 سال و 9 ماه به طور مداوم وی را تحت تعلیم قرار می دهد، تا اینکه داوود پیرنیا مبتکر برنامه های گلهای جاویدان برای شرکت در برنامه گلها از او دعوت می نماید. گلپا از محضر استادانی چون حاج آقا محمد ایرانی، ادیب خونساری و صفحات طاهرزاده بهره می گیرد، ولی سعی دارد که از آنها تقلید ننماید. گلپا بین سالهای 1334 تا 35 به همراه علی اصغر بهاری استاد کمانچه و نورعلی برومند ردیفدان و استاد تار در سازمان بین المللی یونسکو دو تصنیف، یکی در دستگاه سگاه و دیگری در مایه اصفهان، با اشعاری از سعدی و حافظ اجرا می نماید. بدین ترتیب به جرأت می توان گفت که گلپایگانی، برومند و بهاری از پیشروان معرفی آواز و موسیقی ایرانی در سطح جهان هستند. در سال 1961 میلادی بنا به دعوت دانشکده میوزیک بیلدینگ USLA کالیفرنیا، زیر نظر فرهنگ شریف و تونی که استاد تار می باشد، 18 جلسه تدریس می گیرد و اولین ایرانی است که در 21 نوامبر 1995 موفق به دریافت دکترای افتخاری در رشته آواز از دانشگاه کلمبیای آمریکا شده است. به جا دیدیم که به اطلاع شما بینندگان عزیز برسانیم، اکبر گلپایگانی در روز یکشنبه 12 نوامبر 2006 کنسرتی در سالن ارنس رویترزار برگزار می کند. با امید دیدار و روزی خوش برای شما عزیزان. موی سپید و توی آینه دیدم، آی بلند از ته دل کشیدم، تا زیر لب شکبر و کردم آقا، در میونی کنه تا آدم احساس جوونی کنه، تا آدم احساس جوونی کنه. Yeah.